در نشست امروز مجلس نمایندگان عملی نشدن شماری از پروژه‌های ولایتی و نیز قطع شدن امتیازات کارمندان پایین رتبه با انتقادهای تند اعضای مجلس روبرو شدند. ماشای انتی و سی بی ها را کم کنه او را زیاد کده میره و ماشی یک غریب بیچاره مظلوم که 2000 یا 3000 امتیازی داره او را از بین میبره. وزیر دی مالی بنزه امده کم چه خپل تدل ده پدقه چوکی که نستی غیر قانونی نستی تروس دی تاقا استلا پا آمینه استلا با نوستا کچالو اولا سوی ندی. از سوی دیگر وزارت مالی از نهایی شدن طرح افزایش تنخواهای کارمندان پایین رتبه خبر میدهد. کمیته تکنیکی بالای معاشات امتیازی یا ام تی ای کار می نماید که کار آن تقریبا تکمیل شده و در آینده های نزدیک بعد از تایید کابینه عملی خواهد شد. رئیس شماری از اعضای مجلس حکومت را به برخورد سیاسی در عملی سازی سند بودجه متهم می سازند. عدم انکشاف متوازن بی‌عدالتی است و این بی‌عدالتی برای ملت غیر قابل قبول می باشد. بنان پروژه سرک کوتل خیرخانه نباید سیاسی شود، باید کار و مسئله تدارکاتی آن هرچی عاجل آغاز شود. از سوی دیگر شماری هم حکومت را به حیف و میل بودجه ملی متهم می سازند و از چگونگی کار و نیز بودجه 800 میلیون افغانی برای شورای عالی مصالحه ملی انتقاد می کنند. شورای عالی مصالحه مسائل بودجه ای را کار حکومت می داند. ملی مصالحه در شورا ایجاد سیاسی حکومتی مطابق شود چه در سوری در پروسی مسئولیت و مدیریت در ملی اجماع و در سیمه ایز اجماع در تحقیق برغاله لدی. این در حال است که مجلس نمایندگان بودجه سال مالی 14% را پس از دو بار رد کردن و آوردن تعدیلات به ویژه افزایش 2000 افغانی در هر ماه تنخواه کارمندان پایین رتبه دولت و پس از جنجال های زیاد در حدود دو ماه پیش تایید کرد.